دوستان عزیز فیسبوکی من، دکتر ناناز پیرنیا هستم از مرکز مایند تراپی سنتر و یک بار دیگه شما رو دعوت میکنم که مهمان من باشین برای یک ساعت آینده برنامه لایو زندگی بهتر در رادیو 670 AM رو پخش میکنیم و شما رو هم دعوت میکنم که با من باشین هر بار راجبه موضوعهای جالبی که مطرحه و من در کلینیکم میبینم، در مطبم میبینم، صحبت میکنم. امروزم در مورد مشکلات روحی جدی تینیجرها و خبرهایی که من میبینم و نگرانی که دارم با شما صحبت میکنم. وقتی هم که تبلیغا میشه یک کمی راجع به استرس میخوام باهاتون حرف بزنم و اثرش و چگونگی اینه که میتونین به خودتون کمک بکنین. با من باشین به خط رادیو. مرسی فرشا جان. شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر و دوستان عزیز و با محبت فیسبوکی من که برنامه رو لایف هر سه شنبه 2 تا 3 از طریق فیسبوک میتونین ببینین و من به همراه فرشاد بلندیان عزیز کارگردان اتاق فنی به همه شما خوش آمد میگم. برنامه های من هم روی فیسبوک و هم همش روی یوتیوب خواهد بود برای اینکه اگه عزیزان دوست دارین استفاده بکنین و راجع به هر مطلبی که باب میلتونه یا به شما کمک میکنه در زندگی میتونین بر اون اساس روی یوتیوب دنبال برنامه های من بگردین. به طور کلی فکر میکنم دیگه همه منو میشناسین، ولی بیش از 40 ساله در کار رواندرمانی، مشاوره خانواده و زناشویی، کار کلینیکال هیپنوتراپی و کار ایوالویشن و در واقع تراپی با کودکان، بزرگسالان، نوجوانان هستم و همینطور حدود بیش از 20 ساله که در کار نیورو تراپی در رشته نوروساینس یعنی مغزشناسی و مغزدرمانی که حلقه گم شده کار رواندرمانیه تخصص خودم رو گرفتم و در مرکز مایند تراپی سنتر موقعیتیه که شما اول با یه نقشه برداری ساده بدون خطر، بدون هیچ نوع اثرات جنبی بتونین اوزای الکتریکی امواج مغز خودتون و بچه های خودتون رو بشناسین و در واقع علت مشکلات روانی، فکری، احساسی، یادگیری، کسی که از A to Z مشکلات روانشناسی رو داره، از اضطراب و افسردگی تا آتیزم، بایپولار، ADD، ADHD، اینها همه قبلا به این فرض بود که سلول‌های مغز بازسازی نمیشن و هیچ وقت اتصال جدید پیدا نمی‌کنن و نورون‌های جدید نمی‌سازن. تمام این علم با کمک تکنولوژی پیشرفته و نگاهی که از طریق نور به داخل مغز انجام میشه مشخص شده که برین نوروپلاستیسیتی داره. نورو یعنی مغز، پلاستیسیتی یعنی قابل انعطاف، اتصال و ایجاد سلول‌های جدیده. در نتیجه خبر خوب برای همه شما عزیزان اینه که اگر هر نوع مشخصه‌ای، سیمتومی، علائمی از مشکلات روانی، روحی، جسمی، یادگیری، حافظه، برای جلوگیری از آلزایمر، اگه دست کسی میلرزه، کسی پارکینسن داره، هر کدوم از مسائلی که شما راجبش میدونین دلیلی داره که از مغز و تحت تأثیر نحوه فعالیت سلول‌های مغزه و دیگه اجازه ندارین، اینطوری بهتون بگم، اصلا اجازه ندارین که فقط وقتی علائمی رو روی خودتون یا بچه ها میبینین فوری دکتری به شما دارویی بده که در اون نقطه و در اون مورد کمی برین با گرفتن داروهای شیمیایی آرام بخش و در واقع
دارای دراگز، دارای مواد مخدر برای یه مدتی احساس نکنه که چه مشکلی داره. دیگه امروز موقعیتیه که شما در مرکز مایند تراپی سنتر اول متوجه میشین که علائم بیماری شما، علائم بیماری روانی یا احساسی یا جسمی شما به چه علتی هست و بعد از طریق نورو اینتگریشن تراپی، مغز درمانی، روان درمانی، هیپنوتراپی، آنچه که علم هست در اختیار ما، ما تصمیم میگیریم که به چه نوعی به شما کمک بکنیم که بدون نیاز به داروهای شیمیایی که مغز رو معتاد میکنه و بدون نیاز به اینی که شما مثل یک یویو از یک حال خوب به یک حال بد برین و باز برگردین به حال خوب با کمک داروی شیمیایی، حقیقتاً عدم توازن و عدم کنترل مشکلاتتون رو به هر نوعی که هست از طریق نوروتراپی، مغز درمانی در کنار روان درمانی دیگه به مرحله بهبود و عالی برسونین. ما در مرکزمون دیگه به عنوان دیسوردر و اختلال و مریضی به مشکلات و این تشخیص‌های کتاب روانشناسی لازم نیست نگاه بکنیم. تمام مشکل ما عدم این ارتباط الکتریکی امواج مغزه و همینطور نداشتن مواد تغذیه‌ای نوتریشنی عالی در مغزه و ما چون قبلا نمیتونستیم این رو با یک تست ادرار اندازه بگیریم و آنچه که شما لازم دارین در لابراتوار غیر شیمیایی برای شما آماده بشه در هر سنی که هستین از کودک تا فرد 130 ساله، امروز دیگه موقعیتی رو دارین که اگر مشکلیه، اگر کمبودیه از لحاظ کمیکال ایمبالنسای مغز و مواد عالی، امینو اسید، پروتئینی، ویتامینی، آنزایم ها و هورمون ها، تمامش با کمک یک تست ادرار در لابراتوار غیر شیمیایی برای هر کدوم ما مشخص میشه. موقعی که مغز بین سلولاش نوتریشن کامل هست با چند جلسه نیورو فیدبک، لایت، موشن، سنسرز، تمام موومنت جدید سلول ها به هم بر میگرده و دیگه این نوع دانش و این نوع تکنولوژی جایگزین نحوه قدیمیه که علم منتال هلت در واقع نگاه میکرد به مشکلات افراد. و چه خبر خوبیه برای شما و بچه هاتون که دیگه بدون نیاز به دارو یا اگه کسی دارو برمیداره در کنار اون، اختلال اصلی و عدم ارتباط و توازن اصلی رو، علتش رو پیدا بکنیم که بتونیم حلش بکنیم. من امروز در مورد مشکل مهمی و اونم مشکلات روحی و افسردگی شدیدیه که به صورت یک اپیدمیک بین تینیجرهامون در امریکا میبینیم میخوام با شما صحبت کنم، چون تعداد بسیار زیادیشون رو من در مطبم میگیرم و همونطور که میدونین من در کنار توضیح از سرویس های جدید و جالبی که در مرکز هست، دلم میخواد که راجع به مسائل مهم روز هم به شما اطلاع رسانی بکنم. و قبل از اینی که راجع به این مشکلات روحی و نحوهی که باید بهش برسین، زنگ خطری رو به شما واقعا بدم، فقط میخواستم بدونین که ما در مرکزمون عزیزان پرسیده بودین بجز روان درمانی و هیپنوتراپی نقشه برداری مغز رو انجام میدیم، تست های لازم هوشی و از لحاظ حافظه و غیره رو انجام میدیم، با کمک موشن بد و دستگاه های مثل الفا و برین تپ کمک میکنیم که تمام سلول ها بین نیمکره چپ و راست به
بهشون یک انرژی خوبی برسه که سلول ها از لحاظ گردش خون و گردش اکسیژن اپتیمایز بشن. و من دعوت میکنم شما رو و سپیشلی گذاشتم که 6 جلسه نیورو فیدبک رو فقط با $360 از بچه تا بزرگ تجربه بکنین، که در واقع به عنوان پیشگیری همونطور که به دندونهای خودتون میرسین اجازه بدین که به من به مغز یکی که شما برسم و اون رو اپتیمایز کنم. ما روش جدیدی داریم برای لاغری بدون استفاده از دارو یا اینجکشن و با کمک نور و رد لایت و دستگاه نور و رد لایتی که ما داریم. بعد از چند جلسه هر بار اینچ کم میکنین، پوست جوانسازی میشه و فتهای اضافه به خاطر اینی که تمام سلول ها از این نور بهره میگیرن و مقدار گردش خون و اکسیژن بالا میره، کمک میکنه که فت و چربی به صورت طبیعی خودش خارج بشه و پوست بازسازی بشه و ما با کمک روش دایت درستی که داریم که من بهش way of life میگم کمک میکنیم که شما صحیح بخورین، جوانها و تینیجرها آنچه که لازم دارن رو به اندازه بگیرن و با کمک نوتریشن های کناری اون در واقع رگولیت بشه نحوهی که مغز ما به ما فرمان میده که چطور غذا بسوزونیم و سیستم بدن ما چطور این سوخت و ساز درست رو انجام میده. کمک میکنیم به شما برای خوابتون با تخت به خصوصی که من درست کردم که با موشن و با امواج مخصوص صوتی، با موزیک مخصوص و با رنگهای مخصوص، عینکهای مخصوص به شما حدود 45 دقیقه فرصتی میده که سلولهای مغز در 19 قسمت و 4 لوب ترمیم بشن و اپتیمایز بشن. باز هم از سرویس های مرکز برای شما میگم، تلفن تماس با مایند تراپی سنتر 310-286-1480 هست و اگرم دوست دارین که به استودیو زنگ بزنین من در خدمت شما هستم. تلفن 323-512-7264 تا ساعت 3 لایف ما این برنامه داره میره و میتونین اگر سوالی مطلبی دارین با ما در میون بگذارین. دلنگرانی من از اوضاع روحی روانی بچه هامون و به خصوص تینیجر هامون خیلی دلیل داره و سنتر دیزیز کنترل که بهش CDC میگیم یه سری تحقیقات و آمار جدیدی رو فرستاده و من هم مطب در مطبم بیش از پیش دارم تینیجرهایی رو میبینم که دچار یک حالت غمگینی بهش میگیم سدنس، یه حالت غمگینی و یک حالت ناامیدی، بیروحی، بیحوصلگی که رفته رفته با ایوالویشن های ما خیلیاش در خانواده افسردگی جا میگیره میبینیم. امروز CDC اعلام میکنه و ما میبینیم که به صورت یک اپیدمی تینیجرهای ما از تماسی که با هم دارن، از نوع رابطه‌ای که دارن، به خاطر زندگی که میکنن دچار یک غمگینی شدید عمومی شدن در امریکا که قبلا بی سابقه بوده. ما از هر 10 تینیجر در این آماری که آمده یک نفر 100% غمگینه و از هر 3 نفر دختر تینیجر یک نفر دچار افسردگیه که این آمار خیلی ناراحت کننده است و زنگ خطریه برای همه ما والدین که حواسمون رو
جمع مواظبت از نوع رفتار و حال و روز تینیجرهامون، به خصوص تینیجرها و البته بچه ها هم همینطور بکنه. من فکر میکنم که حواس والدین هم خیلی پرته و اینقدر همه بیزی هستن و اینقدر این تکنولوژی و سوشل میدیا همه رو گیر و گرفتار کرده که یه کمی از هم غافلیم. و خیلی موقعها اول من بچه های شما رو در مطبم میبینم و تشخیص غمگینی یا افسردگی یا استراب یا مسائل دیگه مثل OCD، ADD رو میدم، یا تشخیص میدم خدای نکرده سویسایدل هستن و یکم در فکر اذیت کردن خودشون هستن یا حتی خودکشی. و بعد بچه‌هایی رو میبینم که بدن خودشون رو کات کردن و وقتی که پلوی من میارینشون من میفهمم یا من به من میگن. و وقتی که من پدر و مادر رو در این مورد اینوالو میکنم و ازشون کمک میگیرم برای اینکه خانواده مسئول سلامت روان و جسم بچه ها هست، میبینم که پدر و مادر زیاد خبری ندارن از اوضاع روحی بچه ها. هر کدوم تو اتاق خودتون میرین، هر کدوم برنامه های خودتون رو دارین و اون کانکشن و ارتباط صمیمی فامیلی داره هی کمرنگتر و کمرنگتر میشه. در دوران کووید به بعد هم به خاطر این دو سال و خورده‌ای که بچه ها جا موندن از با هم بودن، با خانواده بودن، بیرون رفتن، مسلماً اثرات خودش رو گذاشته. ولی در آماری که میبینیم قبل از این هم که کووید بیاد، از سال به خصوص 2010-2011 که تکنولوژی شاید مسئول شکم میتونه باشه که خیلی به صورت رسمی سرازیر شد در زندگی همه، میبینیم که هر سال مقدار غمگینی و ناامیدی و حالتهای افسردگی بچه هامون بهش اضافه شده. یکی از عواملی هم که میبینیم تینیجرها علائم افسردگی رو نشون میدن، باور میکنیم که میتونه به صورت خشم یا برعکس خودخوری و اینکه بچه ها یه حالت تهاجمی و حالت دفاعی یا خشم و خشونت داشته باشن، یعنی در اون حالت فایت فلایت مغز جانوری اول ما جا بگیرن. کووید در واقع اونطور اثر نذاشت که تمام نوع زندگی اثر داشت، ولی در ایجاد کردن این اوضاع غمگینی بی‌مسئولیت هم نبوده و شاید یه مقداری هم به اون برمیگرده. یکی از چیزایی که من باز بیشتر در مطبم میبینم و CDC هم تو آمارش برای ما فرستاده اینه که ما هیچ وقت به این اندازه بچه ها رو ندیدیم که حتی از شاید زیر تینیجری، از 9 و 10 سالگی میبینیم که یکم قصد آزار خودشون حتی خودکشی رو فکر میکنن. و متاسفانه آمار CDC نشون میده که از هر 10 تا تینیجر یک نفر قصد خودکشی رو میکنه و یا اینی که به یه نوعی به خودش و بدنش میتونه صدمه بذاره. در این تحقیقات دخترها 2 برابر پسرها این ابراز افسردگی و ناامیدی رو هم نشون میدن هم میکنن. و از لحاظ جنسی و خشونت جنسی هم، اون وایلنسی که از لحاظ سکچوال هم میاد، دخترها به بی نهایت ریپورت بالاتری میدن. جالب هم هست بدونین که دخترها بیشتر ادای قصد خودکشی رو در میارن، ولی پسرهایی که حالت افسردگی شدید، ناامیدی و قصد خودکشی رو ابراز میکنن، امکان اینی که انجامش بدن
در پسرها دو برابر دخترهاست. در اینجا جا داره برای تینیجرهایی هم که دگرباش هستن، هوموسکچوال به طور کلی، لزبیان، هوموسکچوال، اون گرایش های جنسیشون متفاوته بگم که گروه LGBTQ+ هم میبینیم که رفته رفته این آمار اخیر نشون میده که بیش از 70% اونا ابراز غمگینی و ناامیدی رو دارن میکنن. این به عنوان من، به طور کلی، من به عنوان یه متخصصی که بیش از 40 ساله در این کار هستم میتونم به شما بگم که اوضاع روحی بچه‌های ما هر سال با هر جنریشنی داره بدتر میشه و علت اصلی اون رو من در این میبینم که اولا به خاطر غذاها که هورمون زیاد داره و متاسفانه ادیتیو و جانک زیاد داره، بچه های ما خیلی زودتر از قدیم بالغ میشن، یعنی دیگه سن بلوغ از لحاظ بدنی و هورمونی آمده رسیده به 9 و 10. دخترها میبینیم 9 ساله و 10 ساله پریودشون رو میگیرن و به طور کلی سن بلوغ هی داره پایین میره و این خودش یه مشکل خیلی زیادی و برای تثبیت مود و توانایی داشتن حال خوش اثر میذاره. بریم آگهی ها رو گوش کنیم، برگردیم بحثی در همین رابطه با خطرات مربوط به غمگینی تینیجرها رو با شما ادامه میدم. با من باشید. دوستان عزیزم، ویدا بیدی، نمیدونم مخفف چیه، تناز عزیزم، امید، همام کازنای من هم از آتلانتا و لندن با ما هستن، هنری حکیم عزیز، شهناز نیمن عزیز، خیلی وقتی که ندیدمتون، خوشحالم با ما هستین، موجه کره‌ای عزیز، نازیلا نیکروش، به به همه اینجان و سوزی خاتمی عزیزم که افتخار دوستیشو دارم، وینس ماه گرفته، همه دوستانی که روح این فیسبوک با من هستین. همونطور که میدونین موقعی که آگهی های برنامه زندگی بهتر در رادیو که برنامه لایو منه میره، من با مسائلی که میتونم به شما نشون بدم یا بحث های جالبی که پیش میاد و با شما در میون میذارم، موقعیتی هم هست که شما اگر سوالی دارین یا مسئله‌ای دارین میتونین روی فیسبوک با من بحثشو بکنین. بحث این غمگینی و افسردگی مسلماً به دل همه ما میشینه، برای اینکه ما هممون تقریباً فکر میکنم که یا ازدواج کردیم، بچه داریم، نوه داریم، یا در سنی هستیم که تینیجریم. به هر حال هر نوع فردی از این موضوع میتونه بهره ببره و بهش کمک بشه. یکی از چیزایی که من خواستم با شما در میون بذارم اینه که ما الان در دنیای زندگی میکنیم، همطور که بهتون گفتم، مقدار استرس و مقدار فشارها و گرفتاریها، دردسرها، همین دغدغه‌ای که ما داریم در رابطه با این جنگ‌ها، ندانستن این که چی میخواد بشه، همین دغدغه‌ای که داریم که اگر یه عزیزمون تو مدرسه میره یا داره رانندگی میکنه همش میگیم نکنه یه چیزی بشه، این نکنه هایی که تو مغزمون میذاریم در واقع استرس، مقدار استرسی که ما بر میداریم از محیط روی مغز ما، روی رفتار ما، روی احساسات ما و روی بدن ما اثر میذاره. و ما یه وظیفه‌ای داریم که به بچه هامون یاد بدیم که کنترل دلشوره های خودشونو داشته باشن. من نمیدونم چرا اینقدر، شاید هم میدونم که ما جنریشن های قدیمی که از ایران آمدیم و بعد بچه هامون با یک استرابی آمدیم و با یک استرابی بچه بزرگ کردیم و در نتیجه
یک استرابی رو هدیه میدیم به عنوان یک عادت مغز به بچه هامون. و مگر اینی که راجبش حواسمون رو جمع کنیم و فکر بکنیم که یه مقداری کنترل بکنیم استرسمون رو، متاسفانه استرس کورتیزول ایجاد میکنه در مغز و این در واقع هورمون ها و پروتئین های زهرماری کمکی نمی کنن به ما که حالمون خوب باشه، که بتونیم حال خوبمون رو و انرژی خوبمون رو به بچه هامون انتقال بدیم. تصمیم بگیریم با خودمون، و واقعا من این کارو می کنم. همیشه دوستان به من میگن در موقعیت های سنگین یا سختی که عزیزانم فامیلم میدونستن من مثلا داشتم، همیشه میگن که تو چه قشنگ استرس رو کنترل میکنی، چه حالت خوبه. یعنی یه مقداری هم تعجب میکنن که من چرا اینقدر کولم در مقابل مسائل و مشکلاتی که به وجود میاد. میخواستم بدونین که همه ما میفهمیم مشکلات و استرس و نگرانی ها رو، و همه مسائلم در واقع میتونه ترس ایجاد بکنه و نگرانی، ولی من تصمیم گرفتم با خودم و یاد گرفتم که از نیروی تصمیم گیری و چویس و اون چیزی که در توانایی من استفاده بکنم که این استرس رو کنترل بکنم تا مشکل رو حل بکنم. تا موقعی که شما ایموشنال میشین و استرس شما رو میخوره، که الان میگم چه اتفاقی براتون میفته، دیگه هیچ موقعیتی ندارین و هیچ قدرتی ندارین و هیچ حربه‌ای ندارین که کمک بکنین به خود مشکل برسین و مشکل رو حل بکنین. شما چه خودتون رو از بین ببرین، اذیت بکنین و چه نکنین، آخرش ما مشکل رو حل بکنیم. و من اینو یاد گرفتم که به جای اینکه اول خودم رو صدمه خیلی بزنم، برسم به اینی که این مشکل رو تا اونجایی که از دستم برمیاد، تا اونجایی که از لحاظ انسانی امکان داره، حل و فصلش کنم. در نتیجه اگه این کار رو نکنین، از لحاظ بدنی خیلی از دردهایی که دارین، درد قفسه سینه، تنفس اگه بده، ضربان قلب اگه زیاده، کسایی که اینفلمیشن دارن، تورم دارن، کسایی که فشار خون دارن، کسایی که کلسترول دارن، کسایی که چاق میشن، کسایی که ایتینگ دیسوردر میگیرن، هر جور چیزی که شما رو بدنتون میبینین میتونه یکی از انواع نحوه هایی باشه که یه فرد تصمیم میگیره که روی فشارهای روحی، احساسی، استرابی خودش چه کار بکنه. تصمیم بگیرین که به خودتون صدمه نزنین، به سیستم ایمنیتون، جهاز هاضمه‌تون صدمه نزنین، و تصمیم بگیرین که حالت ویکتیم و یک انسان از پادر اومده رو دیگه رولش رو عوض کنین. دیگه دوران اینی که من بدبختم و من ویکتیمم و من ببین چی شد، و ما پرابلم پیش میاد، مشکل از 0 تا 10 نمره داره، بعضی وقتا نمرش 100 از مشکل، ولی میخوام بریم رو ایر من مواظب، ولی آخرش اینه که به جای اینکه من خودم رو اذیت بکنم، به جای که من خودم رو از پا درارم، سعی میکنم کانسنتریت کنم که بهترین تصمیم رو بگیرم برای اینی که با اون مشکل چیکار کنم. از این لحاظم هست که من خیلی پدر و مادرها رو میگیرم که وقتی که بچهشون مشکل حادی داره، چه روانی، چه فکری، چه جسمی، چه یادگیری، چه از راز دراگ و غیره، میان اینجا گریه میکنن، خودشون رو میزنن. من اصلا شب و روزم فقط گریه است، بهشون میگم بی خود، من اصلا نمیدونی ضعیف شدم، دیگه حالت استراب و افسردگی دارم، رو دوتا دارو هم، بازم میگم بی خود. ما اینجا وظیفه داریم که میدونیم زندگی فر نیست، زندگی حل مشکله، و فقط با قدرتمندی و عقل و نه ایموشنال شدن ما میتونیم مشکلمون رو تا اونجایی که از دستمون برمیاد، تا اونجایی که میتونیم واقع بینانه باشیم، حل بکنیم. این اخبارم امروز خیلی طول کشید،
قرار بود که من ساعت 2:31 روی ایر باشم، از رادیو بهشون میگم که باید یه مقداری پول امروز به من پس بدن برای طولانی بودن این خبرها. ولی به هر حال خوشحالم با شما گپ زدم و امیدوارم که همیشه بهترین تصمیم‌ها رو برای خودتون و بچه‌هاتون بگیرن که به جای عجز و ناتوانی با سرافرازی زندگی بکنین و چویس شما این باشه که هیچ وقت از پا در نیاد در مقابل حتی همسری که اذیت میکنه و در مقابل هر بچه‌ای که اذیت میکنه یا اگه اینکه خودتون اذیت میکنید. ما برمیگردیم رو ایر با ما باشیم. اینم نوتریشن مخصوص ماست به جای داروهای ADD و ADHD که با پروتئین درست کردیم. اگر که تمرکز ندارید، استرابتون بالاست، یه دونه یا دو تا هست. فرشاد خیلی طول کشید امروز. 6 دقیقه بود برشم من هم مثل همیشه بود پایران. نه همیشه 2:31 بود. بله یه چی اضافه شد. مرسی قربانی برم. دوستان عزیزم برمیگردیم روی شنوندگان عزیز برنامه زندگی بهتر، دکتر ناناز پیرنیا هستم از مرکز مایند تراپی سنتر. تلفن تماس 310-286-1480. و امروز در رابطه با خطراتی که از نظر داشتن یک غمگینی سنگین و زیاد بین بچه های تینیجر ما رواج گرفته به شما هشداری میدم که حواستون رو جمع بکنید. یکی از دلایل دیگه‌ای که به نظر میاد ما بچه‌هامون غمگین‌ترن و همینطور بیشتر هر سال می‌بینیم که بیشتر غمگین میشن و به طرف افسردگی میرن، شاید هم این وجود تکنولوژی جدیدیه که از وقتی که این بچه‌ها به دنیا آمدن این سوشل میدیا، اینترنت، سلفونا بچه‌ها رو به خودش مشغول کرده و متأسفانه بچه‌ها دارای یه موقعیتیه که تحت تاثیر تکنولوژی و اطلاعات زیاد هستن تمام صبح تا شب، شب تا صبح، و این بمباران و تجربه عجیبی که میگیرن بچه‌ها روی مغز و بدن میدونیم و روی اعصابشون اثر میذاره و دچار استرس میشن. و یادتون باشه که مغز بچه‌ها و تینیجرها در حال اتصال و رشد و اینه که سلول‌ها رو کامل داشته باشه و هنوز به مغز جلوی پیشانی نرسیده. سلول‌ها هنوز از پشت سر که احساسات هست و حافظه به جلوی پیشانی که عقل و منطقه داره میره، ولی اطلاعاتی که بچه‌های ما میبینن و میشنون قابل بررسی و تجزیه تحلیل برای بچه‌ها نیست. در توانایی فهمشون از لحاظ آمادگی مغز و رسیدن به جلوی پیشانی نیست و خود اینا تجربه هایی که نحوه سیمپیشی سلول ها رو داره به خطر میندازه، تغییر میده و در نتیجه اون پتانسیلی که شخصیت بچه ما باید در نوجوانی تا به جوانی برسه باشه به صورت یه سری ضربه های احساسی جسمی به هم ریخته. نمیدونم باید براش چه کار بکنیم، ولی میدونم که اگه توازنی باشه بین تایمی که بچه ها این اطلاعات عجیب و غریب، این خبرها رو میبینن و میشنون و خودشون رو زیر ذره بین میبرن از این که مقایسه بکنن با بچه های دیگه، با هنرپیشه ها، و در یک در واقع مکان مجازی تمام بافت و سلول سازی مغز به هم بریزه
و بعد از لحاظ مواد بیوشیمی هپی به مواد بیوشیمی استرس و کورتیزول تبدیل بشه و این مواد زهرماری جلوی داشتن خوشحالی خوب، زندگی خوب، با خانواده خندیدن، پارک رفتن، گیم طبیعی نرمال با دوستا بازی کردن، اصلا مکالمه طبیعی با دوستان داشتن همه رو به هم میریزه. از طرف دیگه تمام اون فردیت، شخصیت بچه های ما که قراره در بچگی و به خصوص تینیجری فرم بگیره، احساس خوب از خود، احساس این که من مهمم، احساس این که من دیزرف میکنم، احساس اینی که من خوشگلم، احساس اینی که من داناهم، با کمک متاسفانه منفی سایبر بولینگ و بولینگ، مسخره کردن بچه ها، کوچیک کردنشون، خطر انداختن این که خودشون رو فقط و فقط اگر کس دیگری اونا رو خوب بمونه فکر بکنن که خوبن، و این تأثیرات روانی 100% تبدیل به استرس میشه، تأثیرات و اثرات منفی رفتاری، احساسی و بدنی رو باعث میشه. مسائلی که میخوام بهتون بگم اینه که پدر و مادر میتونن با وقت معنیداری که میذارن و یه بلنسی بین وقتی که بچه خودش تنها با عجیب و غریب دنیا روی اینترنت در تماسه و یا به صورت واقعی با خانوادهش داره صحبت میکنه، یاد میگیره، مشکلشو میگه، اگر با بچه ها وقت معنیدار نذارین شنونده خوبی نیستین، و اگه شنونده خوبی نیستین بچه ها به حرف شما گوش نمی کنن. ما باید یک کمکی به بچه ها بکنیم که به ما اطمینان کنن، با ما رفیق باشن، بدونیم دارن چیکار میکنن، که بتونیم باشون حرف بزنیم و اونها با ما حرف بزنن و بزرگتر از این، مهمتر از این، حرف ما رو گوش بکنن. آردی ساختمان سازی و اتصال سلولای مغز به هم خورده. آردی ترشح استرس هورمون ها باعث ایجاد غمگینی، ناامیدی، افسردگی، استراب شده. آردی بچه ها بدآموزی دارن که کات بکنن خودشونو، بدن خودشونو به خطر بندازن، یاد میگیرن که چجوری غذا نخورن تا لاغر مردنی بشن، که فکر میکنن که مووی استارها، هنرپیشه ها همه لاغرن و لاغر دوست داشتنیه. نگاه میکنن به خودشون، صورت خودشون رو زیبا نمیبینن. یادتون باشه دوران تینیجری آردی سخت‌ترین دوران زندگی همه ما هست و خواهد بود. دورانیه که هورمون‌ها دارن به وجود میان و به هم میریزن. دورانیه که من دارم یاد میگیرم که دوست بازی کنم. دورانیه که جنس مخالف مطرح میشه با هورمون‌ها و هورمون‌های جنسی تمام زندگی ما و فکر ما رو به هم میریزه و اثر میذاره. و دورانیه که میخوایم خوشگل باشیم، میخوایم جوش نداشته باشیم، میخوایم جستشو بیایم که پاپیولریم، بقیه دوستمون دارن، دوست باز باشیم. خلاصه تو تمام همه این اردیلی که سن تینیجری داره، اون وقت ما گرفتار این سوشل میدیاییم و گرفتار یک غمگینی و افسردگیم از این زندگی ماشینی بدون احساس، بیمنی، بدون نزدیکی با هم. شروع بکنین نزدیکی با تینیجراتون اتصال سلولهای برین رو ایجاد میکنه. خندیدن با اونها، حرف زدن با اونها، خوشحال کردنشون، از جستاشون نترسین،
بهشون نزدیک شین، کنترل کنین سوشل میدیا رو، به خاطر اینی که جایی که ما داریم میریم و نحوهی که ما داریم زندگی میکنیم و نحوهی که خبرها روی مغز میشینه و استرس ها روی مغز میشینه، یه مقدار خیلی زیادش هم تینیجرها میتونن از والدینشون پنهان بکنن. در نتیجه من به شما پیشنهاد میکنم که نگاه خوبی بکنین به نحوه و علائمی که بچه داره از خودش میده که میتونه در خانواده غمگینی، ناامیدی و یا رفتارهای مریض و احساسات مریض و حال مریض بدنی بچه ها رو به شما نشون بده. اون موقع است که ما برنامه ای رو سپیشل من گذاشتم در مطبم و اون اینه که من فامیل درمانی رو به شما پیشنهاد میکنم. پیشنهاد من به شما اینه که اگر پرابلمی دارین یا ندارین، اگه علائمی هست یا نیست، تصمیم بگیرین همونطور که به پارک میرین، میرین خرید میکنین، به مال میرین، سری هم به دکتر پیرنیا میزنین به عنوان یک مشاور فامیلی که میخواد تمام تروک و تولز و کمک رو به شما بکنه که یکدیگر رو بهتر بشناسین، نحوه کامیونیکیشن و مکالمه درست با هم رو یاد بگیرین، از مسائل روانشناسی به شما یه مقداری بوکلت درست کردم، واقعا مثل یه کورس میمونه در رابطه با نزدیکی با خانواده. ما باید دوباره به هم برگردیم، با هم نزدیک باشیم و فامیلی معنی بیشتری برای بچه هایی که به دنیا میان، بچه هایی که الان دارن دبستان و دبیرستان میرن، فرمش باید فرق بکنه. این جلسه در واقع مهارت های علم روانشناسی خانواده رو برای همه شما میذاره و من یه در واقع کاتالیزوری میشم برای خانواده که با هر کدوم اونها که به من اطمینان میکنن این رابطه اطمینانی و اتحادی و احترامی رو و کامیونیکیشن رو به خود شما و بچه ها بدم. کار دیگه ای که ما اینجا انجام میدیم با این چند جلسه فامیلی تراپی اینه که یادتون باشه مغز بچه ها هنوز جلوی پیشانی واقعا اون فرم رو نگرفته تا 18 سالگی و در نتیجه وقتی بهشون اطلاعات و آگاهی میدیم، وقتی کمک میکنیم، حتی بچه های کوچیک رو میارن پلوی من که با پلی تراپی و با کمک بازی های مختلفی که ما زیر سقف اینجا آوردیم کمک بکنیم که پدر و مادر از حال و روز روانی، حتی جایی که برای یادگیری هستن بچه ها، مقداری که آیکیوشون هست و مقدار جاهایی که کمک لازم دارن که در واقع بچه ها پرفکت بشن، آپتیمایز بشن و به اون بهترین پتانسیل خودشون برسن رو اینجا با هم میتونیم بررسی بکنیم. این پکیج ها رو من به عنوان سپیشل گذاشتم که 6 جلسه رفتار درمانی رو که فامیل رو با هم میبینم، برای هر جلسه ای هم 7 گذاشتم، واقعا به صورت یه پکیج سپیشل با یه مبلغ نصف از آن چیزی که شما برای تراپی باید بدین درست کردم. دلم میخواد که پدر و مادرها هم ادوکیت بشن، هم بدونن، دانا باشن، توانا باشن، تکنولوژی رو بدونن. این دوره‌ای نیستش متاسفانه که مثل ماها که فقط یه چند تا گیم بود و یه سینمایی میرفتیم، یه بستنی میخوردیم و انتظارات و اکسپکتیشنمون به خاطر
اطلاعات کم و جزئی که داشتیم و محیط بسته فامیلی در حد خیلی ساده تری بود. امروز بچه های ما متاسفانه ساده هستن، هنوز مغز آماده تجزیه و تحلیل و فهم آنچه که میبینن نیست، ولی متاسفانه بمبارد آنچه هستن که نباید ببینن، نباید بشنوند و نباید تجربه کنن. خیلی جالبه که، البته جالب که غمگین کننده هم هست، موقعی که بچه ها همطور میبینیم غمگین ترن، در یک موقعی توی کووید متاسفانه یه سریالی روی این اپا و روی تیوی های مخصوص آمد که به بچه ها نشون میداد که افسردگی و خودکشی یعنی چی و مراحل مختلف این که اگه یکی میخواد خودشو از بین ببره چه کار بکنه رو باور بکنین یا نمی کنین. این فیلم داکیومنتری دارک صد گذاشت رو اکران. در اون موقعیت در امریکا 30% قصد خودکشی و موفق شدن به خودکشی در تینیجرها بالا رفت. بچه های ما آنچه که میبینن رو درونی میکنن، تأثیر میذاره روشون، مثل یک سپانجی میمونن که روی و مغز همینطوره، اطلاعات جدید اطلاعات قدیم رو میخوره. بیاین با هم با کمک من با این جلسات فامیل درمانی فان که کوکی هم میذاریم، خنده هم میکنیم، فیلم جالب هم میبینیم، میگم یه برنامه خیلی منحصر به فردیه که شماها رو به هم نزدیک بکنم و هر کدوم شما رو کمک بکنم که به مسائل احساسی و نحوه برخورد با هم بهتر برسین. کنترل و توازن مهمترین چیزیه که تو زندگی داریم و هر کی که پلوی من میاد، به هر دلیلی که پلوی من میاد، یه جایی این کنترل و توازن رو از دست میده. نحوه درست کار کردن، نحوه شعور احساسی داشتن، فهم احساسات دیگران رو داشتن و نحوهی که این توازن رو به وجود میارین، آن هستش که من در این فامیلی تراپی به شما پیشنهاد میکنم. ممنونم که با من بودین و در این فرصت کوتاهی که وجود داره خواستم به شما حتما یادآوری بکنم که در مرکز مایند تراپی سنتر و من دکتر ناناز پیرنیا آخرین نحوه تشخیص و درمان مشکلات احساسی، رفتاری، یادگیری، وزن، خواب، آلزایمر و مشکلات بایپولار و غیره رو میسازیم با نقشه برداری و کمک میکنیم که ترمیم بشه. تلفن تماس با مرکز شماره 310 آها از اون دیر شده بود که از اون اوکی من گفتم فقط روی یه پیج باشیم با هم. مرسی فرشا جان، روزت بخیر، قربانت بابای عزیز. دوستان عزیزم، عفا شفا، دوست عزیزم مهری شعیب‌زاده، جولیت عزیز، انجویان، خوشحالم همه با هم هستیم. برنامه رو شیر کنیم با عزیزانتون. تا هفته آینده، روزتون